سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم با هم یه پیش غذا، پس غذا، وسط غذای عربی دوباره درست بکنیم و یک مشکلی رو حل بکنیم. یه چیزی اینجا اشتباه جا افتاده، متبل و بابا قانوش. میری تو رستوران‌های خارجی سفارش میدی، بابا قانوش برات متبل میارن، بعد میگی آقای متبل قبول نمیکنن. بریم با هم درست کنیم و لذتش رو ببریم. بریم. خب بادمجون داریم، اونم 6 تا دونه قلمی. با چاقو دور تا دورش یه سری سوراخ بزنید و الان توی فر منفجر میشه. بعد از اینکه اقدامات جلوگیری از انفجار انجام دادید، ببرید بذاریدش توی فر 400 درجه، اونم حدود 20 دقیقه. بیست دقیقتون که تموم شد، بیانیم بادمجوناتون رو یه زیر و روی بکنید. خب دیگه بادمجونامون پخته. میخواستین مطمئن بشین یه چاقو بزنید، اگر نرم بره داخل دیگه پخته. یه ظرفی وردارید و اینا رو بریزید توی ظرف. فقط باید بتونید در ظرف رو کاور بکنید. چرا؟ چون میخواییم که بخار کنه، دم کنه تا پوستش خیلی راحت کنده بشه. درش که گذاشتید بذاریدش کنار، 15 دقیقه 20 دقیقه بمونه کافیه. نگاه کنید چه عرقی کرده، حمام بادمجونی. با این کاری که انجام دادیم پوستای بادمجونا قلفتی کنده میشه. بعضی ها میندازن توی آب، ولی من دوست ندارم چون مزه بادمجونمون آبکی میشه. البته به بادمجونای من اگه توجه بکنید یه ذره چغر بد بدنن، پوست شبیه چرم میمونه. شانسیه دیگه، این اتفاقا میفته. تمام بادمجونا رو که پوست کندیم، سرای بادمجونامون هم میزنیم، میریم برای خورد کردنش. میخوایم ساتوریشون کنیم. خب به این تکسچر که رسیدیم بس دیگه. حالا به دو قسمت مساوی تقسیمشو میکنیم. چرا؟ چون میخواییم نصفشو بکنیم بابا قانوش، نصفشو بکنیم متبل. اول از بابا قانوش شروع میکنیم و برای بابا قانوش یک دونه فلفل دلمه‌ای، دو تا فلفل سبز و یک دونه گوجه قلمبه قشنگ رو میبریم میزنیم توی فر تا روش این شکلی سوخته بشه پوستش. میذاریدش کنار یه چند دقیقه، خنک که شد میایید دونه دونه پوستاشو میکنید و مربعهای تقریبا کوچیک خوردشون میکنیم. از اتاق فرمان مجدداً اعلام کردن که باید بذاریم تنوری بشه، نه روش سوخته بشه. فلفلاتون رو حتما تخم زدایی بکنید، نمیخوام این تخماش بیاد تو غذاتون.
خب همه رو بذارید کنار تا به موقعش بریزیم توی ظرف بابا قانوشمون. خب نصفه یه بادمجونمون رو میذاریم و یک دونه پیاز قرمز رو از وسط نصف میکنیم و فقط نصفش رو نگینی ریز خورد میکنیم و میریزیم توش. لیمو ترش داریم، اونم یه نصفه آبشو بگیرید و اونم بریزید توی ظرفش. دو حبه سیر خوشگل خوشبو که اونها هم باید له کنیم و بریزیم توی ظرفمون. یک قاشق چای خوری فلفل قرمز دانه دار یا چیلی فلکس. من نوبت میرسه به سبزیجاتی که تنوری کرده بودیم، اونا رو هم بریزید و یه همه ریزی بهش بزنید. اینجا با ذائقه خودتون نمک و فلفل سیاه بهش اضافه کنید و بعد یه دو قاشقی هم روغن زیتون بریزید توش. خب دیگه بابا قانوشمون آماده است، میریزیمش توی بشقاب و با قاشق صافش میکنیم. به این مرحله که رسیدید یک ذره روغن زیتون و شیره انار روش بریزید و بعد از اون با یک ذره جعفری یا گیشنیش روشو تزیین کنید و بابا قانوشتون آماده است. نوبت میرسه به متبل. دو قاشق غذاخوری ارده داریم، میریزیم روی بادمجونامون که قبلا ساتوری کرده بودیم. دو قاشق هم مایونز بهش اضافه میکنیم. اگر نمیخواید از مایونز استفاده کنید، اون دو قاشق اردتون رو بکنید 4 قاشق. زیره داریم یک قاشق چایخوری، اونو که اضافه کردید میرید برای سیر، اونم 2 حبه. این دوتا هم باید له بشه. چرا در رفت؟ یه همه ریزی که زدید یه نصف لیمو هم آب بگیرید و بریزید توی ظرفتون. اینجا نمک و فلفل رو با ذائقه خودتون بهش اضافه بکنید.
دو سه قاشق هم روغن زیتون بهش اضافه کنید و قشنگ همش بزنید تا تمام ترکیباتمون با هم هم بخوره و مزه هاشون با هم قاطی بشه. خب متبلمون هم آماده است، اینم میریزیمش توی بشقاب و با قاشق دور تا دور بشقاب صافش میکنیم و میریم برای تزیین. یه ذره روغن زیتون روش بریزید و با یک مشت انار قرمز ترش خوشمزه تزیینش کنید و بعد از اون میتونید دو سه برگ جعفری یا گیشنیز هم بذارید روش چون خوش رنگ تر بشه. شما رخ و بین چقدر قشنگ و زیباست. به قول یه دوستی که یادم نمیاد کی بود، شما 50% غذا رو داری با چشات میخوری و لذت میبری. خب سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. آقا به جون مادرم اینه بابا قانوش، اینی بریم بخوریم. چقدر نونه چیز اومد. خیلی خوبه خدایی، اعتیاد آوره. یه نونه هم از این بخوریم، نونه این بیشتر شد. ممنونم از اینجا. نه اشکال نداره، صداشو قطع کنم. انقدر خوشمزه بود که این دوستان نذاشتن من بخورم. دستار نگاه کن، من دنبال جا میگردم یه لقمه بردارم. اینجا هم مثل اینکه زبونم قاصر بوده، منظورم اینه متبله خوشمزه تره. اینجا هم دارم به این فکر میکنم که شما باید برید خودتون رو ببوسید.